رنج همبستگی، تنظیم و پرداخت برای رادیو از ساناز سید اصفهانی بر اساس نوشته ای از پرینوش سنی، سردبیر ندا هنگامی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: نوشین حسنزاده، مینو جبارزاده، نگین خواجه نصیر، مرضیه صدرایی، نسرین زاره. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. به نام آن که هستی نامزو یافت. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. همونطور که در قسمت‌های گذشته شنیدین، لاله و لادن، دو قلوهایی که از نایه سر به هم چسبیدند، در فیروزآباد شیراز متولد شدند. در همون ابتدا پزشکان برای تحقیق و بررسی روی بچه ها اونها رو ابتدا به شیراز فرستادند و بعد بدون با خبر کردن والدین بچه ها اونها رو به تهران بردند. ضمن این که پدر بچه ها دادالله هم از پس مخارج بیمارستان و نگهداریش بر نمی اومد. و پس از اینکه خبر دو قلوهای به هم چسبیده در تمام دنیا منتشر شد، لاله و لادن برای اولین بار در 3 سالگی همراه تیم پزشکی برای عمل جداسازی به آلمان رفتند. در اونجا پزشکان تشخیص دادند که این جراحی ریسک پذیره و ممکنه یکی از خواهرها زیر عمل بمیره. به همین دلیل تیم پزشکی به تهران بازگشت تا اینکه شخصی به نام رضا سعادتی سرپرستی بچه‌ها رو به عهده گرفت. گرچه خانواده آقای سعادتی با این عمل اون مخالف بودند، اما بچه‌ها به سرپرستی اون در اومدند و بزرگ شدند. اونها به دلیل شرایط سخت جسمی که داشتند، هنگامی که در اجتماع حاضر می‌شدند، مورد توجه یا ترس مردم قرار می‌گرفتند و این بیشتر زمانی رخ داد که لاله و لادن مجبور بودند به تنهایی به دبستان برن. رفته رفته اونها با این شرایط کنار اومدند. اونها گرچه دو خواهر دو قلوی بهم چسبیده بودند، اما شرایط روحی هر کدام جدا بود. لاله ریاضی رو دوست داشت و لادن درسای حفظ کردنی. اونها گرچه مثل سایر بچه ها براحتی روی نیمکت مدرسه نمیتونستن بشینن، اما پا به پای اونها درس خوندند و حتی با هم شوخی هم میکردن. هنگامی که لاله و لادن پا به دبیرستان گذاشتند، از طریق مسئولین مدرسه متوجه شدند والدین حقیقی اونها در جستجوی اونها هستند و میخوان اونها رو ببینند. هنگامی که این موضوع مطرح شد، بچه‌ها تردید داشتند که آیا مایلند پدر مادر واقعی خودشون رو ببینند یا خیر. اونها با خودشون فکر میکردند که چرا تا به امروز پدر و مادر واقعیشون به سراغشون نیومده و در میان آقای سعادتی چه نقشی داشته؟ آیا از اونها برای تبلیغات و برای منافع خودش استفاده میکرد؟ دوستان، ادامه داستان رو با هم گوش میکنیم. واقعا خرس گندار، بردارین دیگه، اینا من باید تعارف کنم. لاله جون، اون گزو بردار بخور دیگه، من گز دوست نداشتی. نگاشون کن، عوض این که شما واسه من این کار رو انجام بدی، من دارم از شما پذیرایی میکنم. انگار نه انگار ما با هم دوستیم، برو بیا داشتیم. چرا ساکتیم؟ بیا لادن جون، بیا. آی مرسی فرزانه جون. فرزانه جون، ما نمیخوایم تو ما رو ببینی. چی نمیخوای؟ مثلا واسه چی؟ آخه میگن تو اگه به ما نگاه کنی، بچه تو آخر عاقبت خوشی پیدا نمیکنه، یا کم کم منگل میشه، یا اینکه بچت در آینده. این مزخرفاتو کی به شما گفته؟ بیاین سیب بردارین تمام کنین حرفا رو. بردارین. فرزانه جون، شما فکر کردین ما موقعی که شما حامله بودین باهاتون قهر بودیم که نیومدیم دیدنتون ها؟
ولی به خدا اینجوری نبود. لادن راست میگه، به خدا همه به ما میگن جلو زن حامله نرین، زن حامله اگه چشمش به هر کی بیفته بچه‌شون شکلی میشه. ما نمیخواستیم بچه شما این شکلی بشه. بس دیگه این حرفا مال آدمای خرافاتیه. یعنی بخورین دیگه یعنی فرزانه جون از ته دلت میگی نمیترسی به ما نگاه کنی؟ نمیترسی؟ نه. حالا بچه بیدار میشه، چرا شما حرف میزنین؟ حالا هم با هم زنی با این حرفای خاله زنک بازی. اه 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 اه. فرزانه جون سرتو بیار بالا، خم نشو، لالشونم درد گرفت. یواش، به زور بچم شیر دادم خوابیده. فرزانه جون جون دلم برای ماکارونیات یه ذره شده بوده، واسه خاطراتی که از اصفهان میگفتی. ما رو ببخش. بیا قربونت برم، بیا این سیبو بخور، غم نخور. بیا من بر میدارم فرزانه جون. لاله بیا جلوتر. بیا بابا دل تو دلم نمونده دست شما. هی نامه نگاری، هی ادا و سور، خودی که گنده شدین، خودتون رو ازم قایم میکردین، حرفاتون هم درست نمیزدین. آخه چی شده؟ بگو. خودت زبون نداری؟ بگو لاله جان، بگو. بگو دیگه، چرا حرف نمیزنی لاله؟ خودت چرا حرف نمیزنی؟ تا من برمیگردم یکیتون باید بگه چی شده. خب تصمتون رو بگیری. لاله دلت میخواد اونا رو ببینیم مگه نه؟ آره تو دلت نمیخواد؟ چرا؟ با اینکه ازشون دل خورم ولی مازم دلم میخواد ببینمشون. هرچی باشه پدر مادر واقعیمونن دیگه. لادن اون وقت بابا رضا رو چی کار کنیم؟ اگه بفهمه همه چیو میریزه به هم. ما از نظر قانونی بچه های اونیم، وقتی هیچ کس ما رو نمیخواست اون بزرگمون کرد. به هیچ کس نباید چیزی بگیم، فقط فرزانه، همین. باش. خستم لاله. چرا؟ از بس دیشب دلرد داشتی، هی چپ و راست منو کشوندی دستشویی. ای بابا به جاش اون روزی هم تو دو سن نشستی اون فیلم مزخرف رو دیدی که من اصلا دوست نداشتم، مجبوری بعد کنارت میشستم. دست تو بکشم. میخوام گز بردارم. داری اذیتم میکنی ها. سرسده نکن، فکر کنم تینا خوابید. خیلی دوست دارم بغلش کنم. بچه چی شد؟ قایم موشک بازیتون تموم شد؟ فرزانه جون مثل اینکه مامان بابای واقعیمون پیدا شده. من نمیدونم تا الان کجا بودن، چرا تا حالا دنبال ما نگشتن. ولی پیدا کردن ما که کار سختی نبود، ولی خب حالا دیگه پیدا شدن. چطور فهمیدی؟ مدرسه. البته من خیلی دوست دارم ببینمشون، اما خب شایدم لاله فکر میکنه شایدم دروغ باشه. نیست، تو فکر نمیکنی؟ کی بهتون این خبر رو داد؟ خانم جلالی که زن اسم و رستگاریه و زن یه کاره نماینده شیرازه، اون به مدرسه گفته. شاید اونا خانواده بهتری بشن، اینقدر بکن نکن و امر و نهی بهمون نکنه. خیلی خوب، شما الان باید آروم باشین، باید به فکر آینده باشین، مواظب روحیتون باشین. ببینین اگه دوست داریم ببینیدشون خب ببینین، اگرم نه نبینین، اما از هر چیزی مهمتر خودتونین. شما دیگه دارین خانوم میشین، باید برین دانشگاه، قوی باشین. میدونین که ممکنه شانس این که از هم جدا بشین براتون پیش بیاد. خوب پس اول آروم باشین و به خدا توکل کنین. ولی من یه محبت واقعی میخوام، نه ترحم و دلسوزی، فقط محبت. من دوستتون ندارم. چرا؟ چرا؟ Thank you.
چرا ساکتی؟ دوست داشتی میموندی؟ فکر کن که آره، دوست داشتم که بمونم. نمیدونم لاله، نمیدونم، گیجه گیجم. چه بخوایم چه نخوایم، اونا مادر پدر واقعی ما بودن، اونجا محله ماست، ما مال اون دهیم. من اولش که توی مدرسه دیدمشون یه جور دیگه فکر میکردم، با اون پیشواز و کادوی نمیدونم چی و انگشتر طلا و انگشتر رو کجا گذاشتی؟ چه میدونم، دادم به تو، باید خونه باشه. خونه؟ خونه ما کجاست لاله؟ میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ به این که من لادن و توی لاله جز خودمون 6 تا خواهر و 3 تا برادرم پیدا کردیم. میگم اینا نترسیدن دوباره که بچه دار میشن بچه هاشون مثل ما عذاب در بیاد؟ من فکر میکنم اونا مخصوصا دنبالمون نیومدن، شاید ما تا حالا مرده بودیم. نمیدونم، از بابا رضام بدم اومده، پدر خونده. میشه هی نگی پدر خونده؟ انداختش تو دهن من. خب اون دلش میخواست از ما واسه تبلیغاتش استفاده کنه، میخواست رأی بیاره، پوز بده که ببینی من این بچه های به هم چسبیده رو بزرگ کردم. تو هم همینو فکر میکنی؟ ازش بدم اومده، سرم درد میکنه، میخوام بخوابم. من میخوام جدول حل کنم، نمیشه بخوابی. نه خیر، من فکرم مشغوله، بس کن دیگه لاله، وگرنه خودم پرت میکنم بیرون از پنجره ها. هرچه بری منم باید باز بیام. بهت میگم بگیر بخواب، گوش نمیدی، سرم درد میکنه. خیلی خوب، بیا این ماسمسکه رو بکشی، جا نمیشیم که روی این کاناپه. چرا خم میشی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ مثلا از پیش مامان بابامون برگشتیم. میدونی چیه؟ اونا اصلا ما رو درک نکردن، اصلا انتظارشو نداشتم. به هر حال فقر فرهنگی دارم، بعدم اونا این همه بچه دارن، تو بیا محبتشونو بین همه ما تقسیم کنن شب شده، بعدشم 18 سال ما رو ندیدن، ما براشون غریبه بودیم دیگه. من ترجیح میدم بابای خودم دادالله بیژنی بابام باشه تا رضای سعادتی. رسیدیم تهران، باید بریم دادگاه لاله، خیلی قاطی کردم. ما اگه اونجا بزرگ میشدیم الان دیگه دانشجو نبودیم. بله، اما اقلا پدر و مادرمونو که داشتیم ها. نمیدونم، البته ما دیگه بزرگ شدیم، هیچ احتیاجی به پدر مادر نداریم، هم که کس و کار داریم خوبه، جای شکرش باقیه. دیدی که چقدر بهمون احترام گذاشتن؟ ولی همشون یه جوره غریبه بودن. انتظار داری یهو عاشقمون بشن؟ ما هم همینطوریم، ما هم اونا رو نمیشناسیم. اونجا خب با اون همه بچه معلومه که هیچ جایی برای ما نیست. آخ گردنم شکست. بس دیگه، میخوام بخوابم. حرف نزن لاله. خب ببین، ما هم دقیقا همینطوریم، ما هم تینا و فرزانه رو بیشتر از خواهر برادر واقعیمون دوست داریم. میدونی من به محبتشون احتیاج دارم، یه محبت واقعی، نه از روی ترحم. تو نداری؟ تو نمیخوای؟ ول کن حالا تو هم بابا، ما از این به بعد رو پای خودمون وای میستیم، ثابت میکنیم میتونیم. این آدم ها خودشون اگه جای ما بودن میتونستن این همه درس بخونن؟ برای مقامات نامه می نویسیم، همه چی رو میگیم. خب میگیم این آقای رضا سعادتی مدعی بود که میخواد یه انجمن بین المللی چی بود؟ حمایت از کودکان چی؟ معلول جهانی به اسم لاله و لادن درست کنه. اما کو؟ ها؟ تازه میخواد سرپرستیش هم بده به ما، ولی چی شد؟ هیچی، همه امکاناتو به اسم ما گرفته، ولی همش باید خودشو بزرش بابکه. ببین دادن، تو فکر میکنی ما باید چی کاره بشیم؟ خب
خلبان لاله، نمیدونی چقدر دلم میخواد خلبان شم پرواز کنم همه جا برم. باز حرفای مزخرف زدی ها، همین مونده بود که من و تو با این وضعمون خلبان بشیم. خب چیکار کنم، دلم میخواد دیگه. به حرف دلت گوش نده، مثلا تو عقل داری ها. ای بابا، حالا تو که عقل داری دلت میخواد چیکاره بشی؟ روانشناس. میدونی چی؟ هیچ کس نمیفهمه که ما دوتا آدم مستقلی، ما از هم جدا با مغز و فکرهای جدا. وقتی یکی هم داره ریاضی حل میکنه، خون که داره انشا مینویسه. بابا آخ، آبجی من چقدر حساس شده. میگم بیا فرار کنیم، تقلقی ها ببینیم کسی نشنست. برو بابا. خیلی خواهد دیگه، حرف نزن. تو حرف نزن، من میخوام بخوابم بابا، سرم درد میکنم. برو اون وقت. خسته شدی؟ آره، اما عیبی نداره. من دارم کیف میکنم. مواظب کیفت باش، کار کردن خیلی لذت داره. در عمل همین خونه رو بهمون داده، همیذاره ما عوضش براش کار کنیم. من کلی حس خوب دارم آبجی جونم. دلم واسه بچه‌ای تو شیرخوارگاه میسوزه. یه جورایی یاد خودم میافتم. بابا گفتم کیفتو بنداز اون ور لاله. پای من لگد نکن، صد دفعه گفتم. بازتون ببینم کلید. آی شونه بعد... بکشون ور. وای، باید بهشون بگیم برامون یه پنکه چیزی بیارن، چقدر گرمه اینجا. میخوای به آقای بابایی زنگ بزنی؟ ناسلامتی مسئول امور ماست. باشه، اول بزن کفشا رو در بیاریم. کیبت منو کشت لاله. بیا بابا. میشه خمشی این کفش من بند داره. بهت گفتم اونا رو نپوش، باز و بسته کردنش مفافات داره. خمش شد دیگه، بوش نکردی. جون مادرت خم شد، ده به دیگه نمیپوشم بشه. اگه خم نشم چی؟ جون مادرت. لاله لاله، ها باز شد. تو فکر میکنیم منیجه راست میگه؟ من فکر میکنم دروغم نمیگه. به هر حال اون سابقه کاریش از ما بیشتره، لابد این آدم ها رو اون بیشتر میشناسه. ولی فرزانه گفت نباید به حرفش گوش بدی. نمیدونی چقدر خوشحالم که تلفنمون رو وصل کردم. خدا پدر مادر دکتر نخعی رو بیامرز. خیلی خوب، پاشو. بوی میده این جورابات. دوست داشتم الان کلم از تو جدا بود، بعد شیره میزدم تو استخر. بیا مانتومونو در بیاریم یا یکم بشینیم؟ میگم بیا بریم آشپزخونه، اول یکم آب بخوریم. باشه بریم. برو دیگه. گرمه چقدر. میگم یه پا خانوم شدیم ها، دانشجوی حقوق و کارمند، و دیگه چی از این بهتر؟ باید یه روز نظرامونو بدیم لادن. خب هی پشت گوش میندازیم. باشه خانم دانشجوی حقوق. خب اینجا رو، این بولیز منیجه هست ها؟ میگم این منیجه هم ماشالله داره کم کم اسباب کشی میکنه اینجا. تو میگی بریم بگیم؟ گناه داره، چی رو بریم بگیم؟ بعدش هم اون خیر و صلاح ما رو میخواد. دیدی که اون روز چی گفت؟ آره، اونا میخوان براتون جاسوس بذارن تا دستی دماغتون کردین گزارش بدن. میخوری آب؟ به منم بده. صبر کن. بیا لادن. من عاشق فالای منیژم، کاش همش راست از آب در بیاد. صبح که دیدمش گفت شب میام میمونم. میگه خواهرش از خودشم بهتر فال میگیره. بذار بیاد بابا، قراره برامون کفش پاشنه بلند بخره.
راستی یه روز بریم بانک ببینیم چقدر پول توی حسابمونه. یه عجب فکری فکری که من اینجا الان کلی پول دار شدیم. نمیدونم چرا فرزانه با منیجه لجه. حالا مگه چیه حساب مشترک باز کردیم؟ منیجه میتونه ما رو برداره ببره آمریکا. آره. از هم جدا میکنه، خوشبخت بشیم، آزاد بشیم. این فرزانه همه شک داره. وای سلام آبجی های خودم. سلام سلام اومدی منیجه. سلام منیجه، چه زود اومدی؟ من خواهر منیجم. سلام. اینقدر منیجه از شما گفته که حسابی میشناسیمتون. خوش اومدیم، بفرمایید. چقدر گرمه اینجا، هنوز نیومدن کولر بذارن این نامردا. بفرمایید قربون شما. بفرمایید. وای چه کفشای لاله. مال من کدومه؟ اینه هاش آبیه مال لاله، قرمزم و لادن. من تا حالا کفش باشن بلند نپوشیدم. بود خوشگله. خنده دار میشیم. ها جوونی باید جوونی کنی. یعنی جو این سر بذارش تو اون اتاق سمت چپ. اما اونجا که منیجه جون لادن کفش تو بپوش. وایسی اینجوری که نمیشه را رفت. چرا نمیشه؟ میشه بپوشی. آخه پایینو نمیبینم. سب کن. آها هیچی بابا، بیاین بیاین پاشی. چیزی تون شد؟ چی شد آله؟ چیزی شد؟ هیچی بابا بیاین. پلوم خورد تقصیر توی دیگه. گفتم که نمیشه دیگه، دعوا نکنی دیگه. بذاری من برم یه قهوه دم کنم، یه فال براتون بگیرم، حسابی کیف کنی. دستتو بده لادن. میتونم پاشم لادن. بلنشو داله بلنشو. یواش پلوم در. قهوه رو پیدا کردم. قهوه جوش کجا؟ زیر سینکه. بعدش هم شام میخوریم و حسابی میگیم و میخندیم. بعد هم میریم پارک. بریم پارک قدم بزنیم. ها ای خدا، من عاشق پیاده روی تو شباب. خیلی خوبه. البته اگه لاله قرص آرام بخشش رو دیر بخوره میتونه را بیاد. میتونه دیر میخوره. ببینم بچه ها تلفنتون رو وصل کردن؟ بله، اما هنوز امتحانش نکردیم. آقای بابایی گفت وصله. اه پس وصل شده. بذار ببینم. آره درسته. واقعا خدا عمرشون بده، خیلی خوب شد. من افتتاحش میکنم. بذار یه زنگ بزنم به خاندایی ببینم حالش چطوره. نه الان خوب نیست، بذار شب زنگ بزن. شاید الان رفته باشن لب دریا. خاندایی رو که میشناسی؟ آه یه تلفن که ضرر نداره. خب بچه ها این داره درست میشه، الان براتون میارم. به به. سلام زندی، چطوری؟ خوبی؟ ای به ما بد نمیگذره، شکر خدا، الحمدلله. سارا چطوره؟ آخه علی بزرگ شده؟ هنوز همونطوره. آها نه نه بابا، پس خانده خوبه؟ ای داد، میخواستم این کلم باش حرف بزنم. نه 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 نه، دوباره تلفن میکنه. نه نه من زنگ میزنم. آره من در رو دیگه. نه نه چجوری افتادی؟ میبوسم تو قربونت برم، خداحافظ. چی شد؟ دیدی لب دریا نبود، خواب بود. بابا قهوه رو نگاه، به آدم میخنده. خب بچه ها بخورید، بعد اینجوری به طرف قلبتون برش گرم. راست میگه. اوی چی شد؟ لبونم سوخت. سب کن دیگه. میگم منی جو اینجا شما مرتبه. من که بهت گفتم بچه هایی با سلیقه ای هستن. خوشمزه است. این تمیزکاری ها مال دوره مجردی نیست، مال زنهای شوهر داره. الان آدم باید بریزه بپاشه خوش باشه. ای تنبل. قهوهش خوبه ها. آره از کجا خریدی؟ از سوپری سر کوچه خریدیم. میدونستیم شما فال میگیرین. ای شیطون بخور برش کردون دیگه. اسم تو لادن بود؟ نه من لالم. لادن منم، بزرگتره. اینا تازه از آلمان برگشتن ها، حواست باشه. منم بهشون قول دادم ببرمشون آمریکا، دکترای مجرب عملشون کنن. خیلی از نتیجه آزمایشا بهمون نگفتن، اما ما خودمون میدونیم که. میشه باز دوباره قصه رو شروع نکنی لاله؟ میخوایم فال بگیریم ها، همش بعد زهر مارمون کنه همه چیو. مهین جان این قهوه من. خب
نیت کن، تای فنجون رو انگوش بذار، اصب کن. خب بذار ببینم، آماده این؟ وای من که دارم از فضولی میمیرم. یه دی ازت، یعنی از تو و خواهر تو استفاده کردن. قشنگ عکستون افتاده. اینها باید صدقه بدین، یه اتفاق خیلی بد براتون ممکنه بیفته. اوه دوتا خانمو میبینم که این فرشته ها همه جا حمایتتون میکنن. ایول یه کلیدم افتاده. اینها اینجا، این نشونه ازدواجه. لا 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 لا. اما بایسا اما موعدش الان نیست. یه سفر داری نگاه کنی، ولی یکیتون نیست. بابا آقا اینا عمل میکنن، از هم جدا میشن. آره نگاه کن، نگاه بایسا نگاه کنی. یکی انگار سفر دوره، یعنی از مرز گذشته. حرفاتون رو به همه نزنید. یه نست داشتین که انجامش ندادیم. مال منم میشه ببینیم مهین جون؟ فال تو هم شبیه خواهرته. تا یه جایی رد پاهاتون با همه. نگاه بذار منم ببینم. راست میگه ها. وایسا کسی که باش ازدواج میکنی تو اسمش دال داره، سبسر. او لا لا. یه زن بد جنس هم پشت سرشه. اوه لاله. بایسین. یه دشمن داری، تو اسمش سین داره، ره داره. باید حرفاتون ازش پنهون کنید، پول زیادی دستتون میاد. یه سفر داخلی هم داری. کیشه؟ قبول نیست. اینو من گفته بودم. منیژه جون، یعنی ما رو تو آمریکا میتونن از هم جدا کنن؟ معلومه. من دارم پیگیری میکنم و مطمئنم که میشه. نشونش هم که دیدین تو فالتون بود. آخه پس شک نکن. من میخوام برم دستامو بشورم. پاشو لادم. ای بابا تازه نشسته بودیم. لاله باز باید پاشی.